رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده های مجلس، برنامه سازه رای تلویزیون، هنرمنده های دنیا تکرار میکنن زن زندگی آزادی. من میخوام امشب این رو به احترام کسی که این شعار را آفرید سال 98 و الان در زندان هست، میخوام یاد این بزرگمرد آریایی ایرانی شیر، یک شیری است که الان در قفس رفته. این شیر عبدالله اوجنان بود. امکان داره خیلی از ماها با حزبش و تشکیلاتش اینا مخالف باشیم، ولی به عنوان یک عنصر آریایی تمامی کردها گرد، این اشتباهی میگن کرد چون عربا گاف نداشتن، این گردهایی که شما میبینید در سر تا سر جهان فعال شدن روی این قضیه زن زندگی آزادی، اینها شاگرده اوجلان هستن. اوجلان سال 1998 یک سال پیش هست این که با یک توطئه جهانی دستگیر بشه و در زندان ترکیه اومد، یک کتابی مقاله کوچکی نوشت، جن جیان آزادی بود، زن زندگی آزادی، و اونجا میگه عبدالله اوجلان، اونجا میگه اون لیبراسیون بتونه نشون بده. نای شهرتی خوبه چون این عکس رو گذاشتیم ازش دیگه. یکی دیگه هست مال لیبراسیونه که عکس مال اوجلانه. اوجلان آقای شرفشاهی اومد گفت تا زن از اسلام در جهان آزاد نشه زندگی وجود نخواهد داشت و آزادی هم وجود نخواهد داشت. برای همین گفت وقتی که زن آزاد بشه از اسلام زندگی میگیره هستی و مرد هم آزاد میشه. و این که در ایران روسری رو سوزوندن و این که در ایران گیسوان خودشون رو بریدن بیاد خون سیاوش، یعنی ای پیر زن، ای پیر مرد، شماهایی که 44 سال بچه هاتون رو با قربانگاه بردید و آره همین عکس بله و پای سجاده ها نشستید، این بچه ها در همون سجاده های نماز شما، همون حسن حسین های شما، حسینی که از تیستفون تا گیلان ایرانی رو کشته، اونها شما امروز باید تاوون پس بدید. ای زن ها، ای مرد ها، ای پیر ها، اونهایی که الان اومدن دارن مبارزه میکنن، این فرزندان فرزندان شما هستن. شما باید برید تو تظاهرات. به زودی آقای شرفشاهی، من به شما بگم بعد از تظاهرات برلن که در چند روز دیگه هست که تظاهرات جهانی است، تظاهرات جهانی برای خود ایران و جهان اعلام میشه، میشه تظاهرات سوم نامگذاری میشه. در این تظاهرات سوم این پیرمردها، این پیرزنها، این زنانی که پای سجاده نشستن و بچهای خودشونو از 44 سال پیش تا به امروز فرستادن پای جوخهای اعدام و تیرهایی که الان میکشه، اینا باید برن جلو سپر بچه هاشون بده بشن، بچه هاشون زنده بمونن، اینا کشته بشن، اینا کشته بشن، زمان به اینا احتیاجی نداره. زن زندگی آزادی یعنی که اوجلان منظورش این بود. و الان هم شما میبینید تمام زیبارویان، سلحشوران، دلاوران، گردها، کردهایی که در ترکیه، در ایران، در عراق، در سوریه برای آزادی دارن میجنگن و در دنیا ایران، من به شما بگم من هفته پیش لیست اسامی ایرانیایی که وزیر و وکیل و چستم در خارج به شما دادم، دو تا اکثر اینها گردها هستن، گردها افتخاری